تایید خروج 22 میلیارد دلار ارز از کشور. دی ماه سال 93 اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهوری در جلسه نمایندگان اتاق بازرگانی ایران ماجرایی را مطرح کرد که آبان امسال تایید شد. او در این جلسه از خروج 22 میلیارد دلار ارز و در اختیار قرار دادن 2 میلیارد و 700 میلیون دلار پول مملکت به یک جوان خبر داده بود. او گفته بود دولت روحانی از روزهای اولی که سر کار آمده متوجه این موضوع شده و قوه قضاییه این فرد یا همان بابک زنجانی را دستگیر کرده است. جهانگیری همچنین گفته بود دولت قبل برای کنترل بازار ارز را به صرافی‌های دبی و استانبول می‌فرستاد که در نتیجه آن ظرف 18 ماه 22 میلیارد دلار به خارج از ایران رفته است. بخش دیگری از گفته‌های جهانگیری مربوط به ارتباط این جوان با رئیس کل وقت بانک مرکزی یعنی محمود بهمنی و برخی از وزرا بود. اظهارات جهانگیری با واکنش بهمنی همراه شد. او با انتشار نامه این اظهارات را تکذیب و از خود دفاع کرد. در پاسخ به بهمنی، نهاد ریاست جمهوری جوابیه‌ای صادر کرد و توضیح داد که بیش از 2 میلیارد و 700 میلیون دلار از اموال بیت المال در دولت گذشته در اختیار بابک زنجانی قرار گرفته است. بخشی از این مبلغ مربوط به پول نفت و بیش از 1 میلیارد دلار مربوط به سپرده‌های بانک مرکزی نزد یکی از شرکت‌های زیر مجموعه وزارت نفت بوده است. بهمنی در جوابیه خود از این موضوع سخنی به میان نیاورد و دفاعی برای آن نداشت. با این وجود اعلام اخیر قائم مقام بانک مرکزی مبنی بر وجود مستنداتی در این رابطه و اعلام رانت 7000 میلیاردی که چندی پیش در مجلس عنوان شد که در نوسانات ارزی در دولت قبل ایجاد شده و سود هنگفتی از فروش ارز محقق شده است، همگی میتواند مهر تاییدی بر خروج این 22 میلیارد دلار از کشور باشد. دی ماه 97 امیر خجسته عضو هیئت رئیسه کمیسیون اصل 90 مجلس اعلام کرد تلاطم‌های ارزی ماه‌های پیش نتیجه کمکاری بعضی از معاونان سابق بانک مرکزی بود که به دنبال آن 22 میلیارد دلار ارز از کشور خارج شده است. به تازگی نیز غلامعلی جعفرزاده ایمن‌آبادی نایب رئیس فراکسیون مستقلین مجلس گفته اولین بار که موضوع 22 میلیارد دلار را در قالب مصاحبه‌ای با یک سایت معروف مطرح کرده، بعد از یک ساعت خبر از روی سایت حذف شده و مسئولانش گفتند از طرف یک نهاد نظارتی با آنها تماس گرفتند و مجبور به حذف این خبر شدند. او سخنان جهانگیری را تایید کرده و گفته یکی از اتهاماتی که منجر به محاکمه یکی از اطرافیان احمدی نژاد شد همین موضوع خروج 22 میلیارد دلار ارز از کشور بود. این نماینده مجلس میگوید نهادهای نظارتی به این موضوع ورود کرده اند، اما نباید انتظار داشت که به صورت گسترده‌ای این موضوعات را رسانه‌ای کنند. جعفرزاده گفته اسناد و مدارک لازم در این باره را در اختیار دارد و آنها را ارائه خواهد کرد.